عبدالعمل تیم تحول و تداوم درباره تصمیم اخیر تیم اصلاحات و همگرایی. تکمیل شدن بیش از 90% روند تفتیش. و صدر اعظم پاکستان میگوید به خواست تظاهرکنندگان از قدرت کنار نخواهد رفت. برام خداوند مهربان، با تقدیم سلام بر دوتای خبری تا این ساعت از کابل نیوز خوش آمدید. امروز شنبه 11 برای 1393 هجری خورشیدی که برابر از با 2 سپتامبر 2014 میلادی. تیم تحول و تداوم هشدار میدهد که به هیچ گونه تهدید و فشار تسلیم نخواهد شد. این تیم انتخاباتی فیصله اخیر تیم اصلاحات و همگرایی با اظهارات و تهدیدهای حامیان آن را عجولانه و مخالف با توافقات امضا شده میان هر دو تیم انتخاباتی، منافع ملی و قانون اساسی میخواند. تیم دکتر اشرف غنی احمدزه میگوید که به تمام تعهدات خود متعهد است، اما خواستای خلاف قانون اساسی را نمیپذیرد و توقع دارد که تیم رقیبش نیز از فیصله خود صرف نظر کند. تیم تحول و تداوم آخرین فیصله تیم اصلاحات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله را عجولانه و مخالف توافقات دو تیم انتخاباتی پیمانجگری وزیر امور خارجه آمریکا و سازمان ملل میخواند. این تیم انتخاباتی از تیم رقیب خود میخواهد که از این فیصله خود صرف نظر کند، زیرا آنها به تمامی تعهدات خود مبنی بر تشکیل حکومت وحدت ملی متحدند، اما به هیچ گونه فشار، تهدید و خواستهای غیرقانونی تسلیم نخواهند شد. تیم تحول و تداوم با کمال حوصله مندی و پابندی کامل به تعهدات خیش، خاصتا اعلامیه مشترک حبده اسد، آماده دوام مساعی مشترک برای پایان دادن قانونمند به روند انتخابات می باشد و از رهبری تیم محترم اصلاحات و همگرایی نیز دعوت می نماییم تا با احترام به تعهداتشان و با ترجیح منافع اولیای ملی در تصمیم دیروز خیش تجدید نظر فرمایند. تیم تحول و تداوم در مورد روند تکنیکی انتخابات میگوید که تفتیش 100% آرا از سوی تیم اصلاحات و همگرایی مطرح شده بود و جامعه جهانی را نیز آنها در این روند دخیل کردند که مقاطعه فعلی آنها به هیچ طرف قابل قبول نیست. این تیم انتخاباتی همچنان میگوید که قانون اساسی را نقض نخواهد کرد، اما میافزاید که تیم رقیبش در بخش پست اجرایی خواستهای فراتر از قانون اساسی را مطرح میکند که برای آنها قابل قبول نیست. با باور به ضرورت حکومت وحدت ملی به حیث ضامن حفظ و تحکیم ثبات در کشور، در تمام مدت مذاکرات با روحیه مثبت نگری و انعطاف پذیری اشتراک کرده تا حال و بعد از این نیز متعهد به همین اصول می باشد و اما حاضر نیست که زیر فشار تهدید و ارعاب از احترام و پابندی به قانون اساسی افغانستان عدول کند. از سوی هم این تیم تهدیدهای برخ از سران تیم اصلاحات و همگرایی مبنی بر تظاهرات و تسخیر ساختمانهای دولتی را به نفع کشور نمیخواند و میگوید که این تحرکات مدنی مانند کشورهای دیگر با بحران کشانده خواهد شد. فراخوان در مورد حرکات سبز و نارنجی به تقلید از بعضی کشورهای دیگر که چندان نتایج بسیار درخشان برشان نداشته، شاید یک کار سخت نباشه، شاید هر کسی فراخوان را بتانه، اما یک سیاستمدار جدی باید در این مورد بیندیشه که آیا سبزی را که دعوت میکنن به کبود و سیاه مبدل نخواهد شد؟ آیا نارنجی را که مطرح میکنن به قرمزی و جگری و رنگ خون مبدل نخواهد شد؟ در او صورت باید خیلی محتاطانه اظهارات صورت بگیره. این در حالی است که محمد محقق معاون دوم عبدالله عبدالله گفته است که اگر نتایج نهایی انتخابات اعلام شود کشور تجزیه خواهد شد. از سوی هم عطا محمد نور رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی و والی بلخ یک بار دیگر حامیان خود را به تظاهرات سبز و نارنجی فراخوانده است. روند تفتیش آرا 90% تکمیل گردیده و قرار است تا چند روز آینده نتایج نهایی انتخابات اعلام شود. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که با تکمیل این روند مشروعیت رئیس جمهور و حکومت آینده به کلی تضمین خواهد شد. از سوی هم بنیادهای ناظر بر روند انتخابات میگویند که پس از این روند طولانی تفتیش رئیس جمهور آینده به جای توافقات سیاسی بر اساس روند تکنیکی تعیین شود.
روند تفتیش آرا در کمیسیون مستقل انتخابات که توسط کارمندان کمیسیون و ملل متحد زیر نظارت مشاهدان ملی و بین المللی به پیش می رود در حال تکمیل شدن است. این روند که 70% آن در حضور ناظران هر دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری به پیش برده شد، اما پس از مقاطعه تیم اصلاحات و همگرایی با این روند، صلاحیت تفتیش و بازشماری به ملل متحد و کمیسیون مستقل انتخابات سپرده شد که بدون حضور ناظران هر دو نامزد به پیش برده می شود. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که با تفتیش 20501 صندوق رایدهی که 3547 صندوق آن بر اساس معیارهای تفتیش ویژه تا یا مراحل گردیده، این روند 90% با پیش رفته است. تمام صندوقهایی که تا دیروز 8 شام تحت تفتیش و شمارش قرار گرفته 20501 صندوق می باشد که ای در حقیقت 90% تمام صندوق‌های رای‌دهی را تشکیل می‌دهد. از سوی هم نهادهای نظارت کننده انتخابات که روند جاری را بزرگترین پروسه مطابق با معیارهای جهانی می‌خوانند، می‌گویند با تکمیل این روند آرای پاک ملت افغانستان از آرای ناپاک تفکیک خواهد شد. این نهادها می‌گویند اکنون این روند در حال تکمیل شدن است و رئیس جمهور آینده باید به جای تعاملات سیاسی بر اساس نتایج تفتیش تعیین و به کار خود آغاز کند. حسین ادوارد کاندان ترمز متاثر شوی ده غیزمنه شوی ده موږ غواړو چې دغه سیاسی بحث او هغه تخنیکی بحث خپل هغه طبیعي لاری ولري او یو بل وسخه باید غیزمنه نسی، ځکه چې د افغانستان خلکو پر ډیر مهمه ده چې د دوی رائے باید راتلونکي حکومت مشروعیت وټاکي او رئیس جمهور راتلونکي ولسمشر مشر نه د سیاسی بحثونو په اساس بلکې د رائے او تخنیکی پروسه په اساس باندې وټاکل شي. دغه څه دي چې د افغانستان راتلونکي انتخابات سل په سلو کې تضمین وی او دا مشخص کوي چې هر هغه څوک چې د دې تفتیش وروسته البته اکثریت ګټي هغه به د ټول افغانستان ولسمشر وي. نو د ټاکنو خپلواک کمیسیون اند هم همداده چې باید دا تفتیش ډېر ژر بشپړ شي، د افغانستان د خلکو انتظار پای ته ورسیږي او نهایي پایلې په ترڅ کې اعلان شي. اسوی هم کمیسیون مستقل انتخابات در پنجمین نشست علنی ابطال آرا فیصله خود را در مورد آرای 2000 محل رایدهی که 1100 محل آن مرتبط به تفتیش عادی و 900 محل دیگر آن مربوط به تفتیش ویژه بود صادر نمود. 12561 رای مرتبط به 50 محل رایدهی باطل اعلام گردید. 360 محل رایدهی به بررسی مجدد معرفی گردید و 520 محل رایدهی نیز کاملا قابل اعتبار خوانده شد. از جمله 2000 محل رایدهی ابطال، 50 محل رایدهی در نتیجه تفتیش که 13 محل آن شامل تفتیش خاص و 37 محل آن شامل تفتیش عادی می شود که آرای مجموعی محلات باطل شده به 12651 رای می رسد. کمیسیون تاریخ دقیق اعلام نتایج نهایی را مشخص نمی کند، اما تاکید دارد که به این روند روزهای انگشت شمار باقی مانده است. همزمان با دستگیری دو تن دیگر از عاملان رویداد پهمان در ولایت غزنی، قماندانی امنیه کابل و باشندگان این شهر خواهان تطبیق از شد مجازات برای آنها می باشند. پلیس کابل می گوید همه متهمان اصلی سرقت و تجاوز در رویداد پهمان را دستگیر کردند و می خواهند برای آنها حکم اعدام تطبیق شود تا سبب عبرت برای دیگران شود. از سوی هم باشندگان شهر کابل رویداد پهمان را وحشتناک می خوانند و می گویند باید عاملان آن به شکل علنی محاکمه شوند. پس از رویداد سرقت پول، طلا و تجاوز بالای چند زن در ولسوالی پهمان از سوی افراد مسلح با استفاده از لباس پلیس، وقوع این حادثه مردم را در کابل شدیداً نگران ساخته و واکنش های زیادی را هم در پی داشته است. پلیس کابل خواهان صادر شدن حکم اعدام و توشیع آن از سوی رئیس جمهور شده است و این موضوع حمایت های افراد مختلف را نیز در پی داشته است. تکرار رویدادهای مداوم جنایی در نواحی مختلف شهر کابل سبب نگرانی بیشتر مردم در این شهر شده است. بخصوص رویدادی که در پغمان صورت گرفت، شب هنگام یک گروه مسلح غیر مسئول که لباس پلیس بر تن داشتند موتر افراد ملکی را متوقف ساختند، پس از سرقت اموال و پولشان بالای چند زن تجاوز کردند که این مسئله واکنش های زیادی را هم در پی داشته و نگرانی های بیشتری را هم ایجاد کرده است. درست پیش پلیس کابل سه تن از عاملان اصلی رویداد پغمان را دستگیر نمود که آنها به جرم خود نیز اعتراف کردند، اما حال دو تن دیگرشان نیز دستگیر شده و در اینجا همه در برابر هم قرار می گیرند.
معترضی آمد مرا برداشت این مرد سر مرد استاد که دینه سر مرد استاد که نمیمانم برایم برداشت رفته بودم خواهی دیم دست من چوتا چوتا است یک بر دکتری نشد شب پیش ما اقرار کرده و فرمت آماز که تو حتی گفتی که یکی از خانم ها کتی مرسین دیم. پلیس کابل میگوید در قضیه پغمان 8 تن دخیل هستند که 4 تن آنها در کابل و 2 تن دیگرشان دیروز از ولایت غزنی که میخواستند به ایران فرار کنند بازداشت شدند. پلیس کابل میگوید بدون حکم اعدام با مجازات دیگر با این افراد راضی نخواهند بود. اما قماندان پلیس ولایت غزنی میگوید متهمان پس از دستگیری میخواستند در بدل رهایی با آنها حتی وارد معامله شوند. دیروز به غزنی فرار کرد، میخواست که در مسافرخانه بود که از اونجا به ایران بره. هتل دومی در یک اتاق هم پت بود که دروازه کلکین هم خلاص کرده بود که فرار بکنن، چون هر طرف پلیس بودن و همه ساها گرفته شده بودن، رای فرار نداشتن و اینا گرفتار شدن. وزارت امور داخله نبود زندان‌های معیاری و عدم اعتماد مردم بالای نهادهای عدلی و قضایی را از عوامل عمده عدم همکاری مردم با پلیس در اکثریت این چنین موارد میداند و از مردم میخواهد تا با پلیس همکاری داشته باشند. همکاری مردم با پلیس باید بیشتر شود، اعتماد مردم نسبت به پلیس بیشتر شود و اعتماد مردم نسبت به سیستم عدلی و قضایی ما باید بیشتر شود. پغمان وضعیتش خوب است و شرط خوب میشه که نمی 6 نفر در محلای عام اعدام شود. اونو کسای دیگه هم که در اعدام برابر هستند اونما اعدام شود. وا که اعدام شدن مثلا یک کسی به نام حنیف است اگر رها نشده باشه و هم رها نشه، یک جنایتکار بود. اما واکنش ها و خواست مردم نسبت به قضیه پغمان چیست؟ در شبکه های اجتماعی اکثریت مردم خواهان صادر شدن حکم اعدام برای افراد دخیل سرقت و تجاوز در پغمان می باشند و شمار دیگر نیز با رسم کردن حلقه اعدام از رئیس جمهور می خواهند تا حکم اعدام این افراد را توشیح نماید. اما در داخل شهر باشندگان کابل می گویند به دلیل بیشتر شدن ناامنی، دزدی های مسلحانه و رویدادهای قتل و تجاوز در ساعات مختلف آنها شدیدا نگران هستند و می خواهند تا برای عاملان این گونه رویدادها مجازات سنگین و عبرت انگیز داده شود. اینا باید که اعدام شود و قوانین اسلامی بالای از اینا تطبیق شود. مطلق جزا ورکری او اعدام کری چی بلچوک دست کار و نکا مقصر پس دولت است. چرا رها میشه اینا؟ یکی دوتاش اعدام شود، علنی چرا اعدام نمیشه؟ پلیس کابل به این باور است در صورت امنیت میتواند بهتر تامین شود که عاملان این گونه رویدادها به اشد مجازات محکوم شوند. در غیر آن مردم با رهایی باربار اینها هم بالای پلیس و هم بالای نهادهای عدلی و قضایی و حکومتی بی باور خواهند شد. بشینین یک دقیقه. فدراسیون جامعه مدنی میگوید که حکومت به عنوان وحدت ملی را که شکل شرکت سهامی مصلحتی را داشته باشد به هیچ وجه نمیپذیرد. این اتحادی است که میسون مستقل انتخابات میخواهد که نتایج دور دوم انتخابات رئیس جمهوری را هرچی زودتر اعلام کند و ملت را از گرفتگی نامزدان نجات دهد. مسئولان اتحادی همچنان به جدیت است که میسون میخواهد که نامهای افرادی را افشا کند که به تقلبها و تنشهای انتخاباتی دامن میزنند. در حالی که گفتگوهای نامزدان در مورد تشکیل حکومت وحدت ملی و تقسیم قدرت با بنبست تازه روبرو شده است، فدراسیون اتحادیه جامعه مدنی افغانستان هشدار می‌دهد که نظام مصلحتی و شرکت سهامی تحت نام حکومت وحدت ملی را نمی‌پذیرد. ملت در هر لوری هواد یا دلی لخوا منستراغل سهامی شرکت مصلحتی نظام او تش په نامه د ملی وحدت حکومت مردود او د منلو وال نده. چې په هغې کې څو کورنۍ او خیلخانې او ډلې ټپلې خوندي وي او یو وار بیا د جګړو په اور کې د ملت په وینو ژوند، سرنوشت او ملي ګټو، سوداګري او ملي چرچی کوي. فعالان جامعه مدنی معامله اخیر نامزدان ریاست جمهوری مبنی بر تشکیل حکومت وحدت ملی را که به میانجیگری ایالات متحده آمریکا انجام شده است شرم آور می دانند. اگر شما وحدت ملی می داشتین، اگر شما تعریف از وحدت ملی می داشتین، پس حضور یک خارجی به 13 ساعت در یک دو اتاق شما وحدت ملی بر مردم افغانستان می سازین؟ شرم از به خدا. به جهاد مردم افغانستان توهین کردین، به ارزش های افغان بودن ما توهین کردین. فدراسیون جامعه مدنی مخالفت جدی خود را با تشکیل حکومت وحدت ملی که جنبه شرکت سهامی و مصلحتی را داشته باشد نشان می دهد.
و از کمیسیون مستقل انتخابات می خواهد که نتایج نهایی انتخابات را به زودی اعلام کند و افغانان را از گرو نامزدان نجات دهد. د ولسمشرۍ د دویم پړاو ټاکنو نتایج دی. د ټولو رایو د بیا شمیرنې د دقیق او شفاف حساب له مخې ژر تر ژره اعلان او پر بنسټ دی له پاکو کدرونو جوړ یو قوي حساب دی او د خلکو د ارادو ممثل حکومت رامنځته شي. این فدراسیون از کمیسیون مستقل انتخابات میخواهد که در کنار اعلام نتایج انتخابات آن عده از افراد را نیز افشا کند که روند ملی انتخابات را در افغانستان بدنام کردند و روند انتخابات را تا امروز طولانی تر ساختند. برای مردم افغانستان واضح بسازند کی تقلب کرده، کی به تقلب دست داشته، کی خائن ملی بوده، باید چهرهشان افشا شود و به یک محاکمه خاص همراه کسانی که قبلا در انتخابات ها خیانت کردند باید به محاکمه سپرده شوند. دستور بده که بدون ترحم، بدون ترحم و تقلب کار، فورا تقلب کار به محکمه عادلانه مردم افغانستان سپرده شود. از سوی هم فعالان جامعه مدنی وضعیت امنیتی و اقتصادی کشور را بحرانی می دانند و از هر دو تیم انتخاباتی می خواهند که به تنش های انتخاباتی میانشان پایان دهند. د افغانستان د اوستیا د پاره د افغانستان د پراختیا د پاره د افغانستان د آبادی د پاره د افغانستان د عزت د پاره د خپل نفسو باندې د پخ کیری خپل خواهشات باندې د پخ کیری او د خدای ته کی شاد انسانانو ته کی تر څو چې دا وطن د جنجال خلاصي. خواست جامعه مدنی مبنی بر محاکمه کسانی که به تنش‌های انتخاباتی و تقلب در این روند دست داشتند در حالی است که کمیسیون مستقل انتخابات گفته است پس از تکمیل شدن روند تفتیش 100% آرا مشخص خواهد شد که کیها تقلب کردند و چه کسی روند انتخابات را تا این دم رساندند. کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی از جمله 16 مورد شکایت ثبت شده سوی تیم تحول و تداوم 2 مورد آن را قابل اعتبار خواند. تیم دکتر اشرف غنی احمدزی در رابطه با فیصله کمیسیون مستقل انتخابات در مورد ابطال آرای 69 محل رایدهی 16 شکایت ثبت کرده بود که در 14 مورد آن فیصله کمیسیون قابل تایید خوانده شد. با وجودی که روند بررسی شکایات بدون حضور تیم اصلاحات و همگرایی به پیش می رود، اما کمیسیون می گوید که اگر این تیم انتخاباتی اکنون نیز شکایت خود را ثبت کند، از سوی آنها بررسی خواهد شد. کمیسیون شکایات انتخاباتی روز سه‌شنبه در 30 نشست علنی خود 16 شکایت ثبت شده از سوی تیم تحول و تداوم در رابطه با فیصله کمیسیون مستقل انتخابات مبنی بر ابطال آرای 69 محل رایدهی را بررسی نمود. تیم انتخاباتی تحول و تداوم میگوید که 16 مورد شکایت آنها در مورد ابطال صندوق‌های رایدهی بدون دلایل قانع کننده ثبت شده بود. با گفته این تیم برخی از صندوق‌هایی که در جریان تفتیش قابل اعتبار خوانده شده بود در فیصله نهایی آرای آن باطل اعلام شده است. چکلیس کې دا لیکل کیږي چې په دې محل کې یو سلاویا رای مخکې تفتیش نزمنګوي اتلس رای د جرم مقابل ټیم وي وروسته د تفتیش نه بیرته زمنګ یو سلاویا یعنی تفتیش په جریان کې هیڅ د سکمور تاسو نه پیدا کوي چې یو سلاویا رای دی چې ښه جنگ واقع شوی او د کې دا مورد تطبیق شول نو یو سلاویا رستا صفر شنو وینان موږ باطل کړي وخت چې تفتیش نه باز موږ بیرته هغه رای راوځي تفتیش نو وروسته نتیجه چې تاسو دلته وای چې موږ چکلس کې ځان سره سو نو بیا ولې د محل باطل سویدا. همو نماینده کمیسیون مستقل انتخابات از فیصله های خود دفاع میکند و میگوید که بر اساس طرز العمل تصویب شده محلاتی که در جریان تفتیش مشکوک ثابت شده و در حضور مشاهدان ملی و بین المللی باطل گردیده است به اعتبار اعلام میشود. محل 600 ورق داره، نه ورق رایدهی استفاده نشده یا یعنی سفید است. بازده اینجا نوشته کده آیا علائم نشانه شده مشابه روی اوراق رایدهی دیده می شود؟ تک مارک شده؟ بله. بازنوشته کرده که بله از هر دو کاندید رای مشابه وجود داره و بله از خود وقتی که رای استفاده نشده مروز تک مارک مشابه از کجا شده اینجا؟ مونگ پده مورد که فقط چکلست اعتبار ورکه و یعنی آقا فرماد نتایجم که چکلست سر زمیمه بی آقا مونگ تا مدار دا اعتبار پده نده لخاطر سدا بیاش میرن تا دا محل معرفی سوی نو سد مونگ دا بیاش میرن پا نتیجه که دا فورم دا نتایج تا اعتبار ورکو دا چکلست کل ارزیابی سوی دا پا صندوق که لیدل سوی دی سید شپک سوی ناکرول سوی رای وجود لری یا دا صندوق که هیس رای وجود لری اما سوال تای مثبت جواب ورکرده دا پا مرحله دا تطبیق که مونگ تا فقط چکلست اعتبار لری.
پس از اعتراض تیم انتخاباتی تحول و تداوم و دفاعی کمیسیون مستقل انتخابات، کمیسیون شکایت انتخاباتی فیصله خود را در مورد 16 مورد شکایت ثبت شده اعلام نمود. 16 شکایتی که از طرف تیم تحول و تداوم ثبت شده بود، پس از دفاعیاتی که صورت گرفت و دلایلی که کمیسیون مستقل انتخابات ارائه کردند، از مجموع 16 شکایت درج شده، کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی 2 مورد را اعتبار بخشید و 14 مورد دیگر را فیصله کمیسیون مستقل انتخابات تایید کرد. با وجودی که تیم اصلاحات و همگرایی با روند تکنیکی انتخابات مقاطعه کرده است و این روند را غیر قانونی می‌خواند، اما کمیسیون شکایت انتخاباتی میگوید که اگر اکنون نیز از سوی تیم عبدالله عبدالله شکایت دریافت کند، در حضور ناظران ملی و بین المللی به شکل دقیق بررسی خواهد شد. اگر همین لحظه هم تیم اصلاحات و همگرایی شکایتی را درج بکنه نسبت به پیشبرد پروسه تفتیش و ابطال آرا و اعتبار بخشی آرا و هر موضوع انتخاباتی، ما حاضر هستیم که در جلسه علنی به او رسیدگی بکنیم، به اونا اجازه بدیم که دفاعیات خود انجام بده و نهایتش بی‌طرفانه و مطابق احکام قانون نسبت به او تصمیم بگیریم. کمیسیون میگوید که تیم تحول و تداوم در مورد فیصله کمیسیون مستقل انتخابات مبنی بر ابطال 236 محل رایدهی 81 مورد شکایت دیگر نیز ثبت کرده است که در نشست‌های علنی آینده بررسی خواهد شد. مسجد عمر بن خطاب که بزرگترین مسجد به سطح کشور خوانده می شود در ولایت قندهار افتتاح شد. قرار بود که رئیس جمهور کرزی نیز برای افتتاح این مسجد به ولایت قندهار سفر کند، اما وی بنابر دلایل نامعلوم این سفر خود را به تعویق انداخت. هیئت حکومتی که جهت افتتاح این مسجد به ولایت قندهار رفته بود، اعمار این مسجد را یک نیاز عمده قندهار باستان می‌خواند. از سوی هموالی قندهار می‌گوید که کار باقی مانده این مسجد نیز به زودی تکمیل خواهد شد. مسجد جامع عمر بن خطاب ولایت کندهار که سنگ تهداب آن 15 سال قبل از امروز از سوی طالبان گذاشته شده بود، از سوی حکومت افغانستان تکمیل و برای نمازگزاران گشوده خواهد شد. قرار بود رئیس جمهور کرزی جهت افتتاح این مسجد به کندهار سفر کند، اما این سفر وی بنابر دلایل نامعلوم به تعویق انداخته شد. حیات که به نمایندگی از رئیس جمهور کرزی جهت افتتاح این مسجد به کندهار سفر کرده است، اعمار این مسجد را یکی از نیازهای عمده کندهار باستان میخواند. مسجد قندهار تبریک میگم. حقیقتا مسجد بسیار عالی و مخفف است و امید شهر قندهار، عظمت شهر قندهار مختصی همیست که همینطور مسجد دمیتور شهر بوده باشد، به خاطر اینکه شهر قندهار در سابق با نام اشرف البلاد داد میشد. مسجد جامع عمر بن خطاب ولایت کندهار که 3 بخش دارد، یک بخش آن را مسجد، بخش دیگر آن را مارکت تجارتی و بخش سوم آن را نیز مدرسه دینی تشکیل می دهد. این مسجد در حال افتتاح می شود که منارها برخی از بخش های دیگران تا هنوز هم نیم کار مانده است، اما مسئولان ولایت کندهار می گویند که کارهای باقی مانده آن نیز به زودی تکمیل خواهد شد. این مسجد که در مجموع 18 میلیون دلار هزینه برداشته است، در یک وقت گنجایش 14,000 نمازگزار را دارد. این هم خبری از جهان. نواز شریف صدر اعظم پاکستان یک بار دیگر خواست استعفای خود را رد کرد. اما تظاهر کنندگان می گویند که تا استعفای نواز شریف و تظاهرات خود در اسلام آباد ادامه می دهند. در نتیجه این تظاهرات بر کار و بار در اسلام آباد آسیب شدید وارد شده است. اما تظاهر کنندگان می گویند که آنها مسئول این کار نیستند، بلکه حکومت نواز شریف است. سپاسگزار از توجه همراهی تا به مجموعه خبر این ساعت. اوقات خوش. خدا نگهدار.